بسم الله الرحمن الرحیم دی ویدیو طریق انستالیشن دی ان اس کار میکنیم که چطور ما شما بتونیم دی ان اس انستال بکنیم هم با استفاده از تولز های پاورشل و هم با استفاده از سرور منیجر دی قسمت ما شما سه سرور داریم که اول پرایمری دی ان اس هست دی ما شما با استفاده از تولز های گرافیکال انستالیشن دی ان اس انجام میدیم دیگه سکندری دی ان اس هست که دی با استفاده از تولز های پاورشل انستالیشن انجام میدیم و همچنین انتگریتد دی ان اس هست که دی ما شما هم اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز انستال میکنیم و هم دی ان اس انستال میکنیم پس ما شما می سرور را می داشته باشیم حالا ما پرایمری دی ان اس کانکت میشیم دی قسمت ما شما که در لوکل سرور بیایم دی جواب ما شما نشان می ده که نام سرور ما شما که هست پرایمری هست و فعلا ور گروپ هست یعنی دی هیچ دومین یا اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز انستال نیست یا عضو هیچ دومینی هم نیست و همچنان در قسمت ایدرنت اگه بیایم وای پی آدرس از 192.168.1.3 هست پس ما شما به خاطر در قسمت سرور منیجر میریم میتونیم میره از قسمت منیج هم بیایم دیجا اد رولز اند فیچرز بگیم یا میشه در داشبورد بریم پس ما شما اینجا میگیم اد رولز اند فیچرز وقتی ویزارد باز شد به ما شما معلومات میده که ای به خاطر انستالیشن هست پس ما شما نکست میگیم دی قسمت رول بیس تور فیچر بیس انستالیشن انتخاب میکنیم نکست میگیم دی قسمت سرور ما شما در لیست نشان داده شده که پرایمری سرور هست و ما شما این انتخاب میکنیم پس از نکست میگیم دیجا ما شما رول دی ان اس انتخاب میکنیم قسمی که میبینید به نام دی ان اس سرور هست پس میگیم اد فیچرز پس از نکست دی قسمت هم کدام فیچر هایی که انستال می داشته و ضرورت می داشته باشه اونا رو سلکت کرده پس از نکست میگیم دی قسمت یک معرفی از دی ان اس هست که دی ان اس به چی منظور استفاده میشه پس از نکست میگیم دی قسمت به خاطر انستالیشن دی ان اس ما شما ضرورت به ریستارت نداریم پس در صورت که انتخاب هم بکنیم کدام مشکل نیست پس از انستال میگیم دیجا پروسه انستالیشن خود دی ان اس آغاز میشه و شما خود رول دی ان اس را دمی سرور اد میکنه خب قسمی که دیجا میبینین انستالیشن سکسید یعنی موفق شد پس ما شما اینجا کلوز میگیم ما شما دیجا با استفاده از تولز های گرافیکال انستالیشن انجام دادیم اگر در قسمت تولز بیاییم دیجا یک چی وجود داره به نام دی ان اس پس ما شما میتونیم به تولز اکسس پیدا بکنیم وقتی تولز را رن میکنین ما شما سرور ما نشان میده که پرایمری سرور هست و دیجا ما شما برای فارورد لوک اپ زون و برای ریورس لوک اپ زون هم فولدر ها را می داشته باشیم قسمی که میبینین فعلا ایج زون هارد نشده در ریورس لوک اپ زون هم ایج زون هارد نیست سینس پس کندیشنل فاروردرز و تراست پوینت ها اینا هیچ کدامشان فعلا وجود نداره به این معنی که ما دی ان اس اینستال کردیم ولی هیچ کانفیگریشن از دی ان اس وجود نداره ای بود با استفاده از تولز های گرافیکال پس ما شما فعلا از سرور دیسکانکت میشیم و این سرور میشه ما شما آف بگیم پس از میای ما شما برای سکندری دی ان اس کانکت میشیم و دیگه با استفاده از تولز های پاورشل انستالیشن خدا انجام میدیم دی قسمت می ما شما پاورشل رن میکنیم پس در رن می ما شما پاورشل تایپ میکنیم پس از اینتر تا پاورشل سیستم ما شما رن شود دیجا میتونیم که اول تنظیمات آی پی کامپیوتر ببینیم میتونیم آی پی کانفیگ تایپ بکنیم قسمی که میبینین آی پی از 1.2 هست اگر هاست نیم بگیم نامی سرور ما شما هم سکندری سرور هست پس می ما شما دیجا انستالیشن انجام میدیم یک فیچر وجود داره دیجا اگر ما شما بگیم گیت ویندوز فیچر و ما شما فیچر نشان میده که به نام دی ان اس هست پس قسمی که میبینید فعلا این فیچر ما شما اینستال نیست به خاطر اینکه ما شما اینستال بکنیم میشه از کمند اد ویندوز فیچرز استفاده بکنیم یا میشه که ما شما از کمند اینستال ویندوز فیچرز هر دویش میشه استفاده بکنیم پس این قسمت ما شما میایم اد ویندوز فیچرز میگیم ماینس نیم نام فیچر خود میگیم که نام فیچر ما شما دی ان اس هست و پس از اون میشه ما شما تمام منیجمنت تولز هایی را هم اینستال بکنیم پس یک آپشن می داشته باشیم ما شما به نام اینکلود منیجمنت تولز که تمام منیجمنت تولز های خود دی ان اس هم با ما شما اینستالیشنش انجام میده پس این قسمت قسمی که میبینین پروسه اینستالیشن خود دی ان اس دی سرور آغاز میشه خب قسمی که دیجا میبینین پروسه اینستالیشن ما شما به صورت موفقانه اینستال شده و حال اگر ما شما بیایم گیت ویندوز فیچر دی ان اس بگوییم ما شما دی قسمت نشان میده که فیچر دی ان اس ما شما فعلا اینستال شده اگر حال دی قسمت ما شما بیایم تایپ بکنیم دی ان اس ام جی ام تی دات ام اس سی و ما شما ام تول سی مدیریتی خود دی ان اس ما شما رن میکنه قسمی قبلا هم ما شما دیده بودیم اگر سکندری
دی ان اس بیایم دی قسمت فورورد لوکاپ زون پر ریورس لوکاپ زون تراست پوینتس و کاندیشنال فورواردرز هیچ چیزی دیگه سرور فعلا کانفیگر نیست. پس ای بود روشی که شما چطور با استفاده از تولز های پارشل انستالیشن خود دی ان اس انجام بدیم. میریم شما ای سرور خود آف میکنیم و پس از اون همراه انتگریتد دی ان اس سرور خود کانکت میشیم و در این قسمت ما شما انستالیشن اول خود اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز انستال میکنیم، بعد بالای از دی ان اس انستال میکنیم و فرق شما آپشن های قبلی میبینیم. خب قسمی که میبینیم امرا انتگریتد دی ان اس کانکت هستیم و ما شما در لوکل سرور بیاییم. ما شما نام سرور، آی پی آدرس و تنظیمات لوکال نشان میده که چه قسم هست. قسمی که میبینیم نام سرور ما شما دی سی دی ان اس هست و گروپ هست، یعنی فعلا در دی دی اس انستال نیست و آی پی آدرس شم 192.168.1.1 هست. پس ما شما در قسمت منیج میم و از در قسمت اد رولز اند فیچرز. پس از اون ما شما در قسمت با ما شما ویلکم ویزارد میه، پس از ما شما نیکست میگیم، دیجا رول بیست اور فیچر بیست انستالیشن انتخاب میکنیم، نیکست میگیم، دی سی دی ان اس انتخاب میکنیم، نیکست میگیم. در قسمت به شما نشان داده میشه که اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز یک سرور رول هست. وقتی ما روی اد فیچرز بگیم، در قسمت به شما وقتی که نیکست بگیم این فیچر را انستال میکنه، قسمی که میبینین در قسمت. پس از شما نیکست میگیم و پس از اون نیکست در قسمت ریستارت میگیم در صورتی که ضرورت داشته باشه بکنه و انستال. قسمی که میبینین پروسه انستالیشن خود ای دی دی اس آغاز شد. خب قسمی که دیگه میبینین فیچر ما شما به صورت موفقانه اینستال شد. پس از این ما شما کلوز میگیم. حال باید سرور خود به شکل دومین کنترلر کنفیگر بکنیم. پس روی نوتیفیکیشن کلیک میکنیم، در قسمت هست پرموت دی سرور تو دومین کنترلر، ایر انتخاب میکنیم. در قسمت ما شما میگیم اد ا نیو فورست، چون ما شما جدیدن یک دومین جدید یک فورست جدید ایجاد میکنیم، پس نامش میمانیم سلام دات ایدیو. پس از نیکست میگیم. در قسمت ما شما فورست فانکشنال لول می داشته باشیم و دومین فانکشنال لول کردوش فعلا با ویندوز سرور 2016 سیت شده و پسورد دی اس ریمود میگیم که به خاطر ریسیت و ریکاوری استفاده میشه. پس از ما شما نیکست میگیم. در قسمت چون ما شما دی ان اس اینستال نکردیم، پس نمیتونیم که ما شما دی ان اس دلیگیشن را ایجاد بکنیم. پس از نیکست میگیم. ما شما در قسمت نت بایس نیم شما رو نشان میده، نت بایس دومین نیم شما که به نام سلام هست. پس از شما نیکست میگیم. خب در قسمت مسیر یک دیتابیس لاگ فایل ها و سیزوال ذخیره میشه نشان میده. پس از شما نیکست میگیم. دیگه به صورت مختصر یک دسکریپشنی از تنظیمات شما رو نشان میده. پس از شما نیکست میگیم. در قسمت پر ریکویزیت چک انجام میده، در صورتی که تمامش ساتیسفاید بود به شما خود دومین کنترلر را اینستال میکنه. خب قسمی که دیگه میبینین all prerequisite checks pass successfully، پس prerequisite check ازی به صورت موفقانه انجام شده. پس از شما انستال میگیم. دیگه پروسه انستالیشن خود دومین کنترلر ما شما شروع میشه. قسمی که میبینین پروسه دومین کنترلر ما شما دیگه موفقانه انجام شد. پس دومین کنترلر ما شما انستال شد، حال به صورت اتوماتیک سرور ما ریستارت میشه. خب سرور مشما ریستارت شد. حال اگر مشما در این قسمت بیای میبینین که هم EDDS انستال هست و هم DNS. مشما هرچند خود DNS انتخاب نکردیم ولی DNS ای انستال کرد، چون DNS یکی از پرکویزیت های EDDS میباشه. پس اگر مشما در قسمت تولز بیاییم، در این قسمت میبینین که DNS انستال هست و وقتی که مشما تولز DNS رن بکنیم، در این قسمت نام سرور مشما رشان میده که DCDNS هست و دیگه با شما قسمی که میبینین فارورد لوکاپ زون به صورت اوتوماتیک به خود دومین سلام دات ایدیو یک زون را کریت کرده که به نام سلام دات ایدیو هست. اگر ما شما در قسمت خود سلام دات ایدیو بیاییم، دیگه با شما نشان میده که دی سی دی این اس خود ای که هست 192.168 به صورت استاتیک آی پی آدرس گرفته و در این قسمت میبینیم که به این هم ریکورد ایجاد شده. همچنین برای ازو اگر ما شما در قسمت تی سی پی بیاییم، دیگه بعضی از اس آر وی یا سرویسز ریکورد ها هم ایجاد شده که توسط از ال داب خود کربراس و کیپاس دبلیو دی و جی سی
تمام اینا به خاطر هر کدام از سرویس ها یک سرویس ریکورد هم به صورت اتوماتیک خود سرور ما شما را ایجاد کرده. پس این قسمت به صورت اتوماتیک به خود دومین ما شما یک زون ایجاد شده که به نام سلام دات ایدیو است. اما ریورس لوک اپ زون هنوز ایجاد نشده. اگر ما شما در قسمت سی ام دی بیایم، در این قسمت اگر ما شما حال پینگ بکنیم سلام دات ایدیو را، با ما شما قسمی که میبینین ریپلای میآید. پس به این معنی که برازی ریکورد وجود داره. اگر ما شما انس لوک اپ بگوییم و مثلا تایپ خود ریکورد خود مساوی به مثال تایپ ای در نظر بگیریم، ماینس تایپ ایکوال ای، و در این قسمت به خاطر تایپ ای از ریکورد سلام دات ایدیو رو ببینین ایره تایپ میکنین. قسمی که میبینین به این یک تایپ ای ریکورد وجود داره و با ما شما نشان داده که آی پی آدرس 192.168.1.1 هست. همچنان اگر ما شما در این قسمت بیاییم تایپ پی تی آر را ببینیم، قسم قبلا گفتیم پی تی آر پوینتر ریکورد هست و با ما شما برعکس با استفاده از آی پی آدرس نام را با ما شما میده. و در این قسمت بیاییم آدرس سرور خود تایپ کنیم، تایپش پی تی آر میمانیم و آدرس سرور ما شما هست 192.168.1.1، انتر بکنیم. در قسمت با ما شما تایم اوت آمد و نشان نداد که کدام سرور از این استفاده میکنه، چون فارورد لوک اپ زون را ست کردیم و میتونه نام را با آی پی تبدیل بکنه ولی آی پی آدرس را به نام تبدیل کرده نمیتونه، که به این خاطر باز ما شما بعدا کنفیگریشن فارورد و ریورس لوک اپ زون ها را مورد بحث قرار میدیم. پس این بودی که چطور ما شما در داخل یک ADDS DNS اینستال میکنیم یا در داخل دیگه سرورهایی که استندالون هستند.